کامیار علایی همراه ماست، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. آقای دکتر علایی، تعداد شهرهای قرمز و نارنجی زیاد شده، البته سفر هم در این روزهای نوروز زیاد بوده. یک جریمه برای مسافرانی که در این شهرها میمونن تعیین شده، 1,500,000 تومان. آیا صرف تعیین جریمه میشه مانع این سفرها بشه؟ من خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، سال نو رو تبریک میگم و میخوام تشکر بکنم از کلیه همکاران عزیزم کادر درمانی که جان خودشون رو در راه نجات انسانها گذاشتن. فرصتی هست از همه اونها تشکر کنم و از شما تشکر کنم برای اطلاع رسانی صادقانه‌ای که انجام دادید. متاسفانه تمام این تعریف‌های رنگ‌های مختلف برای استان‌ها و شهرهای مختلف ایران هیچ مبنای علمی نداره، چون ما می‌دونیم که بررسی‌هایی که انجام میده نه جامع هست نه مانع هست. به خاطر همین یک شهری که ممکنه زرد تعریف بشه ممکنه قرمز باشه و یک شهری که سفید تعریف بشه ممکنه زرد باشه. به خاطر همین هیچ مبنای برای اون وجود نداره. دوم، درسته که جریمه کردن میتونه تا حدی بازدارنده باشه، اما وقتی که ما در مورد 83 میلیون جمعیتی که میگیم که در طی یک سال اطلاعات متناقضی از بالاترین مقام مثل وزیر بهداشت میبینن که در یک روز میگه که ما در واقع وضعیتمون خیلی خرابه و سه روز بعد میگه که ما موفق هستیم و کشورهای دیگه باید بیان الگو برداری کنن، این تناقض باعث میشه که اعتماد ایجاد نشه و وقتی که اعتماد ایجاد نشه تغییر نگرش و تغییر رفتار در مردم ایجاد نشه، با جریمه کردن به هیچ جایی نمیرسن. مثل جریمه کردن که برای سایر کارها که انجام میدن یا برای حجاب انجام میدن هیچ تأثیری نداره. تا نیان یک سیاست درست ایجاد کنن و این اصلاحات رو صورت بدن نمیتونن جلوی این مسائل رو بگیرن. آقای دکتر، به سیاست های اشاره کردید، بحث واکسن همچنان در ایران مسئله ساز هستش. آماری در اومده که با آماری که قرار بوده بهش برسن تا پیش از سال 1400 خیلی فاصله زیادی داره. فکر میکنین آینده واکسن به کجا برسه، با اینکه خودشون گفتن که تا خرداد ماه گویا واکسن ایرانی به تولید انبوه خواهد رسید؟ به نظر من آینده روشن نیست، مخصوصا در مورد واکسن ایرانی. وقتی که میگن که به تولید انبوه میرسه، قبل از اینکه به تولید انبوه برسه باید مرحله دوم و سوم با کارآزمایی بالینیش رو طی کنه و دو ماه بعد از تزریق دوز دوم بررسی بشه. اگر نتیجه ها مؤثر بود و تأثیرش بالای 70% بود و بدون عارضه بود، اون موقع میتونن در مورد تولید انبوهش در واقع صحبت کنن. ولی اینطور که من میبینم که اینقدر به قول معروف میان از الان میگن که ما واکسن ایرانی ارائه میدی و تا پایان 1400 همه میگن، یک کمی من نگران میشم که شاید این تبلیغات سیاسی باعث بشه که کیفیت در واقع قربانی بشه و جان مردم در معرض خطر قرار بگیره. آقای دکتر، البته بحث کرونا بحث جهانی هستش، در این سو هم وضع بهتر نیست. فرانسه، ایتالیا دوباره دارن دور جدید محدودیت‌های کرونایی میذارن، همینجا در چک هم وضعیت چنان خوب پیش نمیره. با وجود این همه محدودیت آمارها همچنان بالاست. وضعیت واکسن در کجا، در اروپا یا در جهان به نظر شما چجوریه؟ چرا اینطوری وضع اینقدر خرابه؟ بله، هیچ در واقع جای سوال نیست که کرونا یک مسئله پیچیده‌ای هست که در 100 سال گذشته تجربه دقیقی در موردش وجود نداشته، اما متاسفانه جایی شد به جای همکاری‌های بیشتر بین کشوری که در ابتدا تا قبل از در واقع پیدا کردن واکسن وجود داشت، به محض پیدا شدن واکسن یک رقابتی بین کشورها ایجاد شد، حتی بین اتحادیه اروپا و انگلستان و حتی بین آمریکا و کانادا و مکزیک، و این مسئله باعث شد به جای اینکه همکاری بیشتری صورت بگیره که در زمان کوتاه مدت تعداد واکسن بیشتری تولید بشه، باعث شد که کشورها با محدودیت دسترسی ایجاد روبرو بشن. از طرف دیگه در واقع تغییر ژنتیکی که در ویروس صورت گرفت باعث شد که خود واکسن هایی که وجود داره زیر سوال بره و مجبور شن شرکت ها بازبینی کنن در روندی که در تهیه واکسن دارن، و همه اینها دست به دست هم میده و این در واقع نوعهای جدید و عدم همکاری ها باعث شد که در خیلی از کشورهای اروپا یک تأخیری در دسترسی واکسن ایجاد. به خاطر همین اگر این همکاری ها بیشتر صورت نگیره و ما میبینیم مثلا جانسون اند جانسون با مرک میاد همکاری میکنه و خیلی از شرکت های دیگه یا روسیه با اروپا صورت نگیره، ما نمیتونیم در طی یک سال آینده اون پوشش 85% که مد نظر هست رو به دست بیاریم، و اگر این تاخیر صورت بگیره در جهش های جدیدی که صورت میگیره باعث میشه واکسن ها هم هیچ گونه کارهای دیگه نداشته باشه. کامیار علایی همراه ما بود، رئیس انستیتو بهداشت جهانی و آموزش بین الملل مقیم آمریکا. درود بر شما.